گرمی های فکر 166، سازماندهی اعتقادی یا سازماندهی ملی. بحث سازماندهی همچنان برای به ویژه نسل نو، نسلی که توی تجارب جنبش ملی به علت خفقانی که در دو رژیم بر کشور ما حاکم بوده، چون اون تجارب رو ندارن، محروم بودن از به دست آوردن تجارب تو جنبش ملی که یه جنبش غیر اعتقادی و فرا اعتقادی بوده از زمان انقلاب مشروطیت تا زمان مبارزات نهضت ملی و جنبش نفت و پس از اون تجارب دولت ملی و بعدش هم مبارزات سال 39 تا 42 که باز مبارزات شاهده یک حرکت جدیدی در مبارزات ملی بودیم و اینا رو چون نسلی که به هر حال سنش کمتره و یعنی محدود به جهات نسلی نسل جدید هست اینا رو نمیدونه و غالبا هموطنان عزیز جوانتر ممکنه اینا رو با هم مخلوط بکنن و یا تمایزاتش رو درست ندونن. سازماندهی به طور کلی، هر سازماندهی که محورش اعتقاد باشه، یعنی اعتقادگرایی باشه یا ایمان اعتقادی باشه، هان چه مدل مذهبیش، چه مدل ایدئولوژیک به اصطلاح چپ ایدئولوژیک، اینا در هر دو رشته ما شاهد تجارب شکست خورده ای بودیم. ما از انقلاب لنینی گرفته، مدل انقلاب لنینی یا مدل انقلاب سوسیالیستی که محور سازماندهی به هر حال سازماندهی اعتقادی بوده و موفق ترین سازماندهی های توده‌ای توی این بخش تو تجارب جهان بوده. سازماندهی های مذهبی که نوع دیگری از سازماندهی بر محور اعتقاد و ایمان ایدئولوژیک هستن، اینا خب تجارب کمتری دارن ولی تجارب اصلی تو اون طرف بوده و در تا حدی اون سازماندهی مذهبی مثلا تو اخوان المسلمین توی مصر و بعدن به تقلید از اون چیز دینی در ایران، سازماندهی دینی در ایران که یه تقلیدی بود و من در بعضی جاها صحبت کردم و گفتم که چجور این تقلید از اخوان المسلمین صورت گرفت و از سالهای مخصوصا 39 به بعد که الان جای صحبت اون نیست، ولی به هر حال این دو مدل سازماندهی اعتقادی در این حال مدل های سازماندهی توده‌ای هستن و سازماندهی توده‌ای که بر تفرد ملی مبتنی نیست. اصلا توده اصلا از لحاظ ریخت جامعه شناسانش یک چیز، یک واحد جمعی و نامتفرده که فرد تو شکم اون مزمحل میشه و از بین میره و به جاش اعتقاد جمعی و اعتقاد گروهی یا بگیم اعتقاد دینی یا اعتقاد ایدئولوژیک جای اونو میگیره. اینا همش تجارب شکست خورده ای هستند و به دموکراسی اینا راه نمیبرن. باید به جای محور اعتقاد محور ملی، محور فراساختاری یا فرا اعتقادی تو سازماندهی های نوین آزادی خواه جایگزین بشه و جایگزین هم شده. راه اینه. سازماندهی توده ای که سازماندهی اعتقادیه و گاهی اوقات هم کاملا همدردی انسانها رو تو ادبیات یا توی واقعیت جلب کرده، اینها ولی چیزه ضد انگیزه ایه، یعنی بعد از پیروزی اینا به طرف توتالیتاریسم حرکت کردن، خصلتشون این به این سوه. تنها راه نجات، تنها راه آزادی اینه که این ساختارهای اعتقادی
به ساختارهای فرااعتقادی ملی که همه ملت رو در بر بگیرن تبدیل بشه. او وقت این سازماندهی سازماندهی درسته. و معمولا این سازماندهی از توی روستاها و جاهایی که فرهنگ پایین تره شروع نمیشه. چیزهای اعتقادی بیشتر میرن اول از توی این واحدهای جمعی شروع میکنن. سازماندهی ملی و فرااعتقادی برعکس میاد از جاهایی که فرهنگ پیشرفته تره از اونجا حرکت میکنه و بعد چی ساختارهای روستایی و اینها رو هم به دنبال خودش میکشه. علاوه بر این سازماندهی‌های اعتقادی یا توده‌ای و این رو هم اینجا بگم سازماندهی توده‌ای رو یا کلن بررسی توده رو به عنوان یه عامل ضد دموکراتیک، در حالی که از توده اگر آدم جامعه شناسانه بررسی نکنه یه چیز پیشرفته ای پشت کلمه یه توده میبینه، و این رو از زمان مخصوصا کارنتی که در کتاب توده و قدرت کتاب معروفش نویسنده ای که نوبل برد الیاس کارنتی اینا رو تشریح کرد که نشون داد این ساختار توده ساختاریه که چیزای ارتجاعی بیشتر میتونن از اون ساختار استفاده بکنن، ساختار آزادی خواهانه نمیتونه بر توده تکیه بکنه، بلکه میتونه بر چیزهای متفردانه، یعنی تفرد فکر، تفرد یعنی خودمختاری ذهن اینا تکیه بکنه، و اینا تو ساختارهای توده‌ای و اعتقادی امکان پذیر نیست. علاوه بر این دو مدل سازماندهی که به انقلاب در این مثلا همین سازماندهی روستایی و اینا که مذهب و دین توشون قوی شد، خب این ولایت فقیه در واقع دستاورد متبلور همین جور سازماندهی ها بود، و این در تضاد با سازماندهی فرااعتقادی بود همون جور که دیدیم، و این تضاد هم همچنان تضاد اصلیه که از هویت کنونی جنبش تو ایران رو تعیین میکنه. حالا علاوه بر این که این دو مدل شکست خورده، سازمان اعتقادی یا سازمان توده‌ای، یه مدل آمریکای لاتینیش رو هم ما داریم که اون البته یه شکل خیلی انسانی تری بود، برای که اونجا دخالت تو آمریکای لاتین دخالت مستقیم آمریکا چون که مطرح بود، مثلا فرض کنید در مکزیک خشونت آمریکایی‌ها در اونجا و کشتار بسیار زیادی که صورت گرفت، جنبش هایی که به وجود اومدن، جنبشی که جنبش های دهقانی که پانچو ویلا و امیلیانو زاپاتا که میدونیم دهه های آغازین قرن 20، یعنی کاملا آدم حتی خوب سامپاتیک برخورد میکنه با این جنبش ها، برای که میبینه چه جوری اونجا سازمان های امنیتی آمریکا چگونه و سربازان آمریکایی هویت ملی رو در آمریکای لاتین لگدمال میکردن و جنبش. ولی با این حال یه رمان خیلی زیبایی نوشته کارلوس فوئنتس، از چند تن بزرگترین نویسندگان آمریکای لاتین، به فارسی هم ترجمه شده، به نام گرینگوی پیر، و توی اون شرح میده، نشون میده خود نویسنده با وجودی که سمپاتی داره به این حرکت جنبش به اصطلاح ناسیونالیستی پانچو ویلا و امیلیانو زاپاتا، ولی در این حال در ضمن جریان داستان رمان خیلی ابجکتیو میذاره خواننده فکر کنه و پدیده مثلا انقلاب مکزیک رو درست بشناسه، که اون جنرالی که اسمش اونجا هست، جنرال آریو، جنرال به اصطلاح بی سوادیه که خب جنرال انقلاب، و اون نشون میده که ضمن این که برای ضد
تهاجم آمریکا به کشورشه و مبارزه میکنه، ولی نشون میده به علت پایین بودن سطح فرهنگ و اینکه محیط از روستا و دهکده و جنبش دهقانی که میاد و تمام خصائل اون جنبش رو نشون میده، نشون میده که چجور خشن میشه. و مثلا اون گرینگو به مکزیکی یعنی آمریکایی، یعنی به اون گرینگوی پیر نویسنده و خبرنگاریه که میاد به مکزیک برای که کمک بکنه به انقلاب به پیونده، میاد در اونجا و اون رو با وجودی که سن زیادی داره، یه پیر مرده، این پیرم به این خاطر میگیم گرینگوی پیر 71 سالشه و میاد همه وجودشو هم بذاره در خدمت انقلاب و اونو از پشت به خاطر یه رقابت‌های جزئی میکشه و حتی مصالح انقلاب رو نمیتونه بشناسه و که خب اینجوری با خارجی ها با بیگانگان آدم اینجوری خشن برخورد نمی کنه. اونایی که اومدن از موزه از اومدن به قول خود گرینگوی به قول خود فوئنتس اومدن از مرز تفاوت های خودشون با دیگران عبور کردن و اومدن به اینجا و این مهم، یعنی آزاد اندیشی مستلزم اینه که آدم برسه به یه جایی که از مرز تفاوت‌های خودش با دیگران عبور بکنه. این یک چیزیه که یه ایده‌ایه که فوئنتس توی این رمان گرینگوی پیر میپرورونه و از دل رویدادها بیرون میاره. ولی به هر حال در اونجا هم آدم باز اینو میبینه که یعنی اینا به هر حال مدل مبارزات حتی ملی در گذشته که جنبه تند ناسیونالیستی پیدا میکرد و تکیه میکرد به روستا و محیطهای دهقانی چجور ساختار توده‌ای و شبه اعتقادی پیدا میکرد و اینا ضمن این که مبارزشون علیه آمریکا تو امریکای لاتین برحق بود، ولی اینا نمیتونستن دموکراسی به وجود بیارن و بر اون تفرد ملی و فرا اعتقادی تکیه بکنن. به نظر من فوئنتس توی این رمان اهمیت رمان تو اینه که این ایده رو میذاره بالیده بشه تو رمان و بیرون بیاد از تو رمان، بره تو ذهن، یعنی ابجکتیو، حتی شاید خیلی نمیخواد این رو آگاهانه بگه، ولی چون ابجکتیو بررسی میکنه اونجا انقلاب مکزیک رو توی اون رمان، این ازش بیرونه. بنابراین راه این نیست، راه ساختارهای توده‌ای و سازماندهی اعتقادی و در هر شکلش نیست. راه اینه که نظرات دینی، حرکات دینی، حتی جنبش‌های اجتماعی دینی، اینا باید در زیر جنبش‌های فرا اعتقادی ملی قرار بگیرن تا بتونن به یه ملتی خوشبختی بدن و آزادی و خودمختاری ذهن رو و پلورالیزم و تنوع و گونه‌گونی نظری و اعتقادی رو توی جامعه ایران و برای جامعه